بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ششم عملهای شیطانی. باب اندر آنچه در موضوع سحر آمده است. سحر نمی شود مگر از طریق شرک. پس شیطان ها انسان را خدمت نمی کند مگر به خاطر مصلحت، و آن گمراه کردن فرزند آدم و آنها را در شرک و معصیت ها داخل کردن است. دلیل اول و دوم این است که فرموده الله سبحانه و تعالی که می فرماید به تحقیق می دانستند هر کسی خریدار این گونه متاع باشد در آخرت بهره نخواهد داشت. و الله سبحانه و تعالی فرمود به جبت و طاغوت ایمان می آورند. عمر رضی الله عنه جبت را سحر و طاغوت را شیطان معنی داد کرده است. و جابر رضی الله عنه می گوید طواغیت به غیب گویان گفته می شود که شیطان نزد آنان می رفت و در هر منطقه یک تا وجود دارد. الله سبحانه و تعالی فرمود که خریدار آن باشند، یعنی آن را آموزد. این چنین فرمود طاغوت شیطان است و کلمه طاغوت شیطان است، یعنی از جمله به مثال تفسیر کردن است، زیرا طاغوت از شیطان آنتر است. سوال است که آیا نصیب به کلی نفی می شود یا بعضی آن؟ قول یکون آیت وعده عذاب همان گونه که آمده است گذرانده می شود و بر جمع آوردن آن به آیت های وعده مغفرت کوشش کرده نمی شود تا شعنش کم نشود. از روی فرموده الله تعالی که فرمود و ما آیت را جز ترسانیدن نمی فرستیم، چرا که الله سبحانه و تعالی آن را در رویش ترساندن و تحریف از این فعل آورده است. قول دوم این است که به دلیل های وعده ضرب کرده می شود و نصیب بر تفصیل نفی می شود. قول دوم یکم این که همش نفی می شود، هرگاه سحر و استفاده شیطان ها باشد. دوم بعضی اش نفی می شود، یعنی هرگاه به استعمال داروها و گیاه ها باشد. دلیل سوم از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند از هفت چیزی هلاک کننده پرهیز کنید. صحابکان پرسیدند آنها چی هستند؟ فرمودند که شرک آوردن به الله، جادوگری، کشتن ناحق، خوردن مال ربا، خوردن مال یتیم، ریختن و جنگ و جهاد و تهمت کردن زنان پاکدامن بی خبر مؤمنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که اجتناب کنید، یعنی از آن دور شدن، آن را ترک کنید، و اینکه شما در یک طرف و آن در طرف دیگر باشد. هفت هلاک کننده، یعنی این تقاضای حصر نمی کند. پس آنجا دیگر هلاک کننده ها نیز هستند. و ربا خوردن، یعنی معنایش ربا گرفتن است، خواه آن را در خوردن یا قالین یا غیر این استفاده برد. و ربا همون زیادتی در عقد بین اشیا است که در آن برابری واجب می باشد. و نصیحه در عقد بین اشیایی که در گرفتن در مجلس واجب می باشد و به دو قسم تقسیم می شود: یکم ربای فضل، یعنی ربای زیادتی، دوم ربای نصیحه، یعنی دیر کردن. و فرمودن که و خوردن مال یتیم، یعنی یتیم کسی است که پدرش پیش از به بلوغت رسیدنش فوتیده است، خوب سر باشد یا دختر. و فرمودن که و در روزی تنگی گریختن، یعنی در روزی با کافران جنگیدن گریختن است. و تهمت کردن زنان پاکدامن غافل مؤمنه، یعنی زنی مؤمنی آزاد را به زنا تهمت کردن است. و کشتن نفسی که الله تعالی حرام گردانده است چهار تا است: یکم مؤمن به خاطر ایمانش، دوم زمی، کسی که در بین ما و در زمانت است
بودودنی جزیه. سیوم معاهد، یعنی در بین ما و وای عهد است که با ما جنگ نمیکند و با او جنگ نمیکنیم. چهارم مستعمین، یعنی در بین ما و او امان است به خاطر تجارت یا فهمیدن اسلام، مگر به حق. و آن سه تا است: یکم نفس به نفس، دوم بیوه زناکار، سوم ترکننده دینش از جماعت جدا شونده. و پشت گردانیدن در سه موضع جایز می باشد: یکم برای حمله دوباره، مثل کسی که می گردد تا شعنش را به سلاح آرد و سلاح ها را آماده سازد، یا می گردد تا از دیگر جهت آید. دوم به گروه دیگر پیوستن، یعنی به گروه دیگر از باب ضرورت می پیوندد، به شرطی که بر لشکر ضرر نباشد. سوم هرگاه کافران از مسلمانان دو برابر بسیار باشند، یعنی پس این هنگام گرفتن جایز می باشد. دلیل چهارم آن است که جندب رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میکند حد جادوگر این است که گردنش به شمشیر زده شود. این را امام ترمذی روایت کردند و گفتند که این با سند صحیح بر جندب موقوف است. دلیل پنجم در صحیح بخاری از بجاله ابن عبد روایت است که عمر رضی الله عنه نامه نوشت و در آن دستور داد که همه مردم و زنان جادوگر را بکشید. بجاله می گوید ما بعد از این سه جادوگر را کشتیم. دلیل ششم از حفصه رضی الله عنه روایت است که دستور به کشتن کنیزی داد که او را جادو کرده بود، پس کشته شد. دلیل هفتم و اینچنین از جندب روایت صحیح آمده است که امام احمد گفت از سه صحابه پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت است که چنین فتوا دادند. حکم صاحب چیست؟ قول اول قول محمد بن عبدالوهاب رحمه الله، هم از سحر، کفر و صاحب مطلقا کشته می شود و توبه اش در نزد الله تعالی است. قول دوم امام شافعی رحمه الله و این را شیخ ابن عثیمین رحمه الله ترجیح داده است: یکم سحر شیطان ها، دوم سحر و داروها و گیاها. سحر شیطان ها فاعل این مرتد است، توبه داده می شود، اگر توبه کرد او را از روی حد می کشیم، چرا که او مسلمان است، و اگر توبه نکرد او را بنابر کافر و مرتد بودنش می کشیم. دوم سحر و داروها و گیاها، حکم فاعل این حکم هجوم کننده از حد گذرنده است و از روی حد کشته می شود، زیرا او مسلمان است. مسئله های این موضوع: یکم تفسیر آیت سوره بقره، قطعا می دانستند که هر کس خریدار آن باشد. دوم تفسیر آیت سوره نساء، به جبت و طاغوت ایمان می آورند. سوم تفسیر جبت و طاغوت و بیان فرق آنها: جبت هر چیزی که در اون خیر نیست، از جمله جادو و غیر اون، و طاغوت هر چیزی که بنده از حدش می گذرد، از معبود یا پیرو شده یا اطاعت شده. چهارم طاغوت گاه از جنها و گاه از انسان ها می باشند. طاغوت هر گاه مطلق ذکر شود، پس مراد به آن شیطان جن است و کاهن شیطان انس است. پنجم شناختن هفت چیز هلاک کننده که رسول الله صلی الله علیه و سلم از آنها حذر کننده است. ششم کسی که جادوگری میکند کافر میشود. هفتم به جادوگر به این که فرصت توبه داده شود باید کشته شود. حد هرگاه به ایمان برسد صاحبش توبه داده نمیشود، بلکه به هر حال کشته میشود، اما صاحب کفر توبه داده می شود. هشتم در زمان عمر رضی الله عنه جادوگران وجود داشتند، پس چی رسد به زمان بعد از او؟ قول به کشتن جادوگر از طرف سلطان
موافق قاعده های شرعی است. زیرا آنها در زمین فساد می آورند و فساد آنها از بزرگترین فساد است. پس کشتن آنها بر امام واجب است و برای امام جایز نمی باشد که از قتل آنها دست کشد. زیرا مثل اینها هرگاه به حال خودشان گذاشته شوند، فسادشان در زمینشان و در زمین دیگران پهن می شود و هرگاه کشته شوند، مردم از شر آنها سلامت می مانند و مردم از سحر کردن خودداری می کنند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.